من و شما اگه بخوایم یار واقعی و درست درمون امام زمان باشیم، باید تاریخ سال 61 هجری، وضعیت مردم کوفه و اوصاف اصحاب آقا سیدالشهدا رو خوب بشناسیم. چرا این حرفو میزنم؟ چون بین آقا سیدالشهدا و امام زمان علیه السلام با اینکه فاصله زمانی زیادی وجود داره، اما بین این دو امام و مردمشون شباهت‌ها و تفاهم‌های زیادی هم هست. شباهت اول این که از بین تمام اهل بیت علیهم السلام فقط این دو امام بزرگوارن که مأمور به قیام هستن. ابی عبدالله سال 61 هجری و آقا حجت ابن الحسن بعد از ظهورشون. برای همین سیدالشهدا شب عاشورا به اصحابشون فرمودن که این قیام و نهضت ما منحصر به همین کربلا و عاشورا نیست، بلکه تکمیل این قیام در گرو ظهور آخرین حجت خداست. یعنی سیدالشهدا داره اشاره به ظهور میکنه و جالب اینجاست که زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام هم ایشون خودشون رو به حسین معرفی میکنن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین. ای اهل عالم، من پسر همون آقاییم که تو کربلا شهیدش کرد. شباهت دوم هم اینه که آقا سیدالشهدا علیه السلام تو اون نامه‌ای که به برادرشون محمد ابن حنفیه نوشتن، هدف از این قیام و نهضتشون رو اصلاح در امت رسول خدا معرفی میکنه و اصلاح زمانی اتفاق میفته که کجی و نقصان و فساد و بدعت وجود داشته باشه. ابی عبدالله میگه من قیام کردم برای اصلاح شدن جامعه. و نکته جالب این قضیه زمانی مشخص میشه که وقتی من و شما دعای ندبه میخونیم میگیم عین المنتظر. کجاست اون آقایی که همه منتظرشن؟ منتظر اون آقان که بیاد چیکار کنه؟ لاقامت الامت والعوج، تا اون آقا بیاد کجیها و نقصانها و بدعتها رو اصلاح بکنه. اما زمانی شباهت بین این دو امام به نقطه اوج خودش میرسه که 12,000 نامه برای آقا ابی عبدالله فرستاده شد. پای هر نامه چندین کوفی امضا کرده و مهر زده. اما یه جمله تو این نامه ها خودنمایی میکنه. فل اجل، ال اجل یبن رسول الله. مردم کوفه برای امام زمانشون نوشتن حسین جان، بشتاب بشتاب که ما دیگه طاقت نداریم. این جمله برامون آشنا نیست؟ دور جناب مسلم ابن عقیل جمع میشدن، گریه میکردن، میگفتن آقا میشه برای ابی عبدالله نامه بنویسید حضرت زودتر بیاد؟ یعنی میشه چشم ما به جمال آقا ابی عبدالله روشن بشه؟ دقیقا همونطور که ما امروز اشک میریزیم و به امام زمانمون میگیم متا ترانا و نراک. آقا جان کی میشه ما شما رو ببینیم؟ این شباهت های بین آقا سیدالشهدا و حجت ابن الحسن، این هماهنگی بین ما منتظران امام زمان و مردم کوفه که منتظر امام زمانشون بودن، این سوال رو تو ذهن من و شما ایجاد میکنه. چه اتفاقی افتاد که انتظار سال 61 هجری نتیجهش این شد که همونهایی که حسین رو دعوت کردن تو سپاه دشمن ابی عبدالله وایستادن؟ چه فرقی بین منی که هر روز میگم عجل ولی یکل فرج و اون کوفی که برای حسین نوشت العجل یبن رسول الله وجود داره؟ دونستن نقاط ضعف مردم کوفه و نقاط قوت 72 تن که هر دو گروه منتظر امام زمانشون ابی عبدالله بودن، به منی که ادعای انتظار حجت ابن الحسن رو دارم راه و مسیر درست رو نشون میده که من جزو کدوم گروه هم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگه تازه وارد کانالمون شدید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید و جمله آخر، یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. یا علی مدد.